تنها کسی که هیچ تایم رخصتی نداره تعطیلی نداره وقفه نداره و همه روزه در 24 ساعت در حرکت و در کار و در گردش است و وظیفه هم مشخص نیست که تنها یک وظیفه باشه انواع و اقسام کار را انجام میده او یک خانم در داخل خانه ایش است تو می مرد خانواده یک هفته مسئولیت سه تا فرزندی تا به بگی دختر و پسری که داری بدون موجودیت مادرش فکر کن که اگر این مادر نباشه تو با اینا چی زندگی میکنی <مصد> همسر عزیزم والله که کار تو به مراتب سختتر از کار او کسی است که در دفتر کار میکند در بانک کار میکند در شرکت کار میکند یا به اصطلاح در جای دیگری مسئولیت وظیفه انجام میدهد کار تو به مراتب سختتر از او است او شوهری که روزانه میره در بیرون کار میکنه و میاید در داخل خانه در سر خانومش پتک میکنه منت میگذاره که زن من از صبح تا حال کار کردم یک روز مسئولیت خانه را تو به عهده بگیر از صبح تا به شام تمام کاری که همسرت انجام میده روزانه تو انجام بدی ببین که کار تو در بیرون مشقت و سخت تر است یا ای کار است؟ یکی از موارد و موضوعاتی که امروز شما به او زیاد برمی خورید یا آن را مشاهده می کنید قضاوت های ناعادلانه دنیای امروز هست در مورد زنان و بخصوص در مورد خواهران و مادران و ما و شماست چند روز پیش یک متن سر خوردم بسیار زیبا بود و یکی از برادران عزیز ما به نام سبقت الله عاکف او را ترجمه کرده بودن از عربی به فارسی خواستم میره خدمت شما عزیزان در یک ویدیوی کوتاه اشاره بکنم تا باشد که همه ما و شما مستفید بشویم خیلی جالب هست امروزه اگر زن مسلمان در رستوران کار بکند این حیث آشپز در یک هتل و در یک رستوران و در یک کافه برش میگویند که آشپز است یا سرآشپز است ماش میگیرد اما اگر همین زن و مسلمان در خانواده برای پنج نفر ده نفر اولادش خانوادهش اعضای فامیلش غذا تهیه کند همه میگویند که این زن بیکار است و در خانه در حبس است خوب دقت بکنید چقدر مهم است موضوع یعنی همان کاری که در داخل رستوران در بیرون میکند اگر همو کار در داخل خانه برای اولادهای خودش برای خانواده خودش انجام بده میگویند که این زن در داخل خانه حبس است و بیکار است کاری نداره هم دنیای غربی گپر میزنن و هم من و توی مسلمان ای قضاوت ناعادلانه را میکنیم والا خانما که بیکارن در داخل خانه در حالی که مسئولیت داخل خانهش به مراتب سختتر از کار کردن در داخل یک رستوران است اگر زن مسلمانی برای تربیت اطفال در یک کودکستان یا یک مکتب یا در یک دانشگاهی کار بکند من حیث مربی من حیث معلم من حیث به استاد حالا چی کودکستان باشه چی مکتب باشه چی به اصطلاح دانشگاه و پانتون باشه همه میگویند که در بیرون وظیفه داره و استاد است و به فلان و فلان است اما اگر همین زن مسلمان در داخل خانه برای فرزندای خودش به تربیت فرزندان خودش بپردازد چه نظافتشان باشه چه تربیتشان باشه اخلاقشان باشه تهیه غذا برایشان باشه رسیدگی به در وقت گرما و سرما برای اولادش باشه تبدیل کالایشان باشه میگوین این زن بیکار است در داخل خانه حبس است چقدر ناعادلانه هستی قضاوت که اگر همین خانم در داخل کودکستان برای تربیت اطفال دیگران مصروف باشه میگوین که وظیفه داره هیچ کس هم صدایش بلند نمیشه ولی اگر برای تربیت فرزندان خودش مصروف باشه در داخل خانه چی و فریاد همه بلند میشه که والله بیکار است حبس است در داخل خانه میگوین زندانی هست اگر یک خانم در یک مؤسسه یا یک دفتر کار کند میگوین کارمند است یا در اونجا می نیسی صفاکار باش میگوین صفاکار است نظافت دفتر رایت می کند صفاکاری داره ماش میگیره. گیره ولیکن اگر نعمی خواهر مسلمان در خانهش مصروف باشه برای نظافت خانهش تنظیم خانهش زیبایی خانهش که شما هر کدام از ما و شما فامیل داره می بینیم که روزانه خانم ها چقدر وقتی برای تنظیمی خانه اموری داخل خانه و چقدر تلاش میکنن برای نظافت خانهشان اگر همی کار ای خانم در داخل خانه انجام بده برای خودش فرزندانش شوهرش خانوادهش هیچ کس ازش قدردانی نمیکنه نمیگوین که ایزن کار میکنه تلاش میکنه میگوین در داخل خانه است بیکار است حبس است چقدر قضاوت ها ظالمانه و ناعادلانه هست در حالی که ما بار بار این در برنامه گفتیم گفتم قسم به پروردگار است که کاری که یک مادر در داخل خانهش انجام میده هیچ کارمندی در روی دنیا در روی کره زمین قدر مسئولیت نداره که مادر در داخل خانه داره تنها کسی که هیچ تایم رخصتی نداره تعطیلی نداره وقفه نداره و همه روزه در 24 ساعت در حرکت و در کار و در گردش است و وظیفه هم مشخص نیست که تنها یک وظیفه باشه انواع و اقسام کار را انجام میده او یک خانم در داخل خانه ایش است خانه را نظافت میکنه قضا تهیه میکنه کالا را میشوره مهمان خدمت میکنه برای فرزندایش رسیدگی میکنه و ده ها و صد ها کار دیگر که در داخل یک فامیل است هدفم اینجاست چند نکته است اولی که چرا همیشه شعار فریب شعار غربی رو را میخوریم اونایی که میگوین حقوق زن حقوق زن یعنی اونها دیدیشان ایست اگر این خانم برای خودش فرزندانش خانواده شوهرش تلاش کنه هیچ اصلا میگوین بیکار است زندان است اما اگر بیرون شد برای یک دفتر و برای افراد دیگر و برای به اشخاص دیگری که در بسیار از موارد در سرش ظلم میشه تعرض میشه بی حرمتی میشه توهین میشه تحقیر میشه او را کار میشمارن ای را کار نمیشه مرن. و دوم ای که چرا ما و خودت می نیستم مسلمان اگه مسلمان قدردان نباشیم از خانواده ما فامیل تو می مرد خانواده یک هفته مسئولیت سه تا فرزندیت تو بوده بگیر دختر و پسری که داری بدون موجودیت مادرش فکر کن که اگر این مادر نباشه تو با اینا چی زندگی میکنی چقدر مسئولیت خطیر و سنگین است به اوده آیا شده تا حال از مادرید از همسر اید یک تشکر کرده باشی؟ قدردانی کرده باشی که همسر عزیزم والله که کار تو به مراتب سختتر از کار او کسی است که در دفتر کار می کند در بانک کار می کند در شرکت کار می کند یا به اصطلاح در جای دیگری مسئولیت وظیفه انجام می کار تو به مراتب سختتر از او است یکی از دوستان یک روز قصه می کرد می که یک خانه داشتیم او را تعدیل کرده بودیم ترمیم کرده بودیم بعدا میگه یک صفاکار آوردیم که خانه را تمیز کند برای یک ساعت یا یک و نیم ساعت که آمدی خانه را تمیز کرد پول بسیار هنگفتی گرفت از ما میگه بعدا نشستم با خودم فکر کردم که خوب یک که آمد و خانه را سرسری تمیز کرد و رفت ای در پول گرفت از این ای خانمیم که از صبح تا به شام همه روزه تکرار علا تکرار هم خانه را تنظیف میکنه هم کالا را میشوره هم غذا تهیه میکنه و وقتی هم که ما از بیرون می آیم سرش پتکه می کنم قال مقال می کنم اگر قرار می بود که برای او به همین کاری که همه روزه انجام میده که به مراتب بیشتر و بهتر از کاری این است که آمده برای یک سرد انجام داده رفته اگر قرار باشه برای او این مزد،, مزد یا معاش بپردازم برجانه چقدر پول باید برش بپردازی شده فکر کنید رو این موارد ولی متاسفانه متاسفانه خیلی از ما و شما هم فریبی شارهای غربی را خوردیم اگر یک خانمی در یک مکتب و معل... دانشگاه معلم و استاد باشه، برشون میگن که استاد است. اما اگر همین خانم در داخل خانه برای اطفال خودش تعلیم بده، هیچ کسی فکرم نمیکنه. این است طرز تفکر نظام سرمایداری و نظام غربی در دنیا امروز. امیدوار هستم که عزیزای ما پیام گرفته باشن و هر کدام از ما و شما فامیل داریم خواهر داریم مادر داریم همسر داریم فرزند داریم بیایم کوشش کنیم قدر خدمات همدیگر بدانیم قدر تلاش های همدیگر بدانیم منت نگذاریم سر یکدیگر. او شوهری که روزانه میره در بیرون کار میکنه و میایه در داخل خانه در سر خانومش پتکه میکنه منت میگذاره که زن من از صبح تا حال کار کردم یک روز مسئولیت خانه را تو به عهده بگیر از صبح تا به شام تمام کاری که همسرت انجام میده روزانه تو انجام بدی ببین که کار تو در بیرون مشقت و سخت است یا ای کار سخت است انسان باید قدرشناس باشه شکرگزار باشه اما متاسفانه بسیار از ما و شما وضعیت ما چنین است تا به هم بودیم ندانستیم قدر یک دیگر لذتی دیدار را بعد از جدایی یافتیم زنده را تا زنده است باید به فریادش رسید تا که زنده است قدرش بدان تشکر کن سپاسگزاری داشته باش مهربان باش ورنه بر سنگ مزارش آب پاشیدن چی سود نفی نداره